امروز در خبرها، در پی دیدارهای فوق‌العاده دیروز رهبران حوزه پولی یورو در پاریس، آلمان و بریتانیا امروز اعلام کردند که مجموعه تدابیر گسترده‌ای برای نجات مالی آن کشورها در نظر گرفتند تا نظام مالی آشفته منطقه احیا شود. رهبران کشورهای حوزه یورو توافق کردند که متفقاً به شیوهی قاطع و جامع برای حل بدترین بحران مالی 70 سال اخیر با یکدیگر همکاری کنند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که مجموعه از کمک‌های مالی به میزان 64 میلیارد دلار در اختیار 3 بانک عمده آن کشور قرار می‌گیرد تا سرمایه آنها تقویت شود. این شاید نخستین دولت باشد که کاری را می‌کند که فکر می‌کنم شمار زیادی از دولت‌ها ظرف چند روز آینده برای اعاده اعتماد و اطمینان نسبت به نظام بانکی که مطلقاً ضرورت اساسی دارد انجام خواهند داد. واکنش اولیه نسبت به این اقدام ها مثبت بود و این نکته از بالاتر بودن ارزش سهام در همه بورس های اروپا، آمریکا و آسیا مشهود است. فرمانده ارشد آمریکایی نیروهای ائتلاف بین‌المللی در عراق، ژنرال ری اودیرنو، گفته است که تهران آشکارا و پنهانی می‌کوشد قرارداد امنیتی بین بغداد و واشنگتن برای شرایط حضور نیروهای آمریکا در عراق ورای پایان سال میلادی را تخریب کند. به گفت که ایران تماس‌های خود را برای کوشش در راستای اعمال نفوذ بر نتایج رأی احتمالی شورای نمایندگان به کار گرفته است. شورای نمایندگان عراق مسئول تصویب قرارداد است و اودیرنو می‌گوید تهران پنهانی به قانون‌گذاران عراق رشوه می‌دهد تا به نفع آن قرارداد رأی ندهند. اما نوری مالکی نخست وزیر عراق امروز گفت که نگرانی ایران در مورد این قرارداد ممکن است وضعیت را پیچیده کند، اما به تصمیمات عراق در مورد آن پیمان هیچ ربطی ندارد. بیش از 10 تن از شخصیت‌های جهان از جمله کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل و رؤسای جمهور و سران دولت‌های پیشین اروپایی در کنفرانسی که به وسیله مرکز گفتگو بین تمدن‌ها برگزار شده شرکت جستند. هدف کنفرانس دین در دنیای نوین کاهش تنش‌های بین‌المللی و تقویت همکاری بین جهان اسلام و غرب است. محمد خاتمی رئیس مرکز به خبرگزاری کار ایران گفت عناد با مذهب در سراسر جهان واکنش نسبت به کارکرد نادرستی است که مذهب در دوران گذشته داشته است. دین مانند انسان مظلوم و مورد سوء استفاده واقع شده است. دین باید خود را از چنگال جزمندیشان متعصب و سوداگران خشونتگرا برهاند. مرکز گفتگوی تمدن‌ها به ابتکار محمد خاتمی که دو دوره بین سال‌های 1376 و 1384 رئیس جمهور ایران بود، بنیان یافت. این خبرها و خبرهای دیگر در iranvnc.com.